باشین دور دومم نمیرم او شما میبرم میدانم میبرم میدانم. حتمی شما فکر میکنین که یا راجع به کدام میدان کوجنگی گپ میزنن؟ ای دیگه ما میدان میزنم، اما نه، دسر کوجنگی نیست. ای آقا را یقین دارم همه شما میشناسین، آجی جنرال صاحب دوستم، رئیس جبهه ملی اسلامی کشور افغانستان. ای آقا آل نامزد مقام صدر اعظم اول است یا معاون اول ریاست جمهوری است؟ یعنی ای کاش که ای میتانست حداقل یک کم بهتر صحبت بکنن. خب خیر است، اتمی کسی که رئیس جمهور است میتانه ای خلا را پوره کنه، به خاطر که اتمی او بسیار یک صحبت زیبا داره که این نقش منفی را از جنرال صاحب میتانه مثبت بسازه، یا کمرنگی از ایرا او پرداز زیبا بته یا تاوز پردازی بکنه. حالا بین ببینین که نامزد ریاست جمهوری کشور افغانستان سال 2014 که رئیس جمهور امی معاون اول خاط شد، اینا چی رقمی یک صحبت دارن؟ زغوانم پولو گدین والو تا مبارکی وایم نن پختوم پیوش ونده ای سبا بندر رکرده مبارک دی ونده ای سبا بندر رکرده مبارک دی. مشکلات دهی نیست که ای گپ از اینا کاملا غلط است. مشکلات در این هم نیست که یک توهین بزرگ به یک لسان بزرگ کشور ما است. امی گپ از یا، اما میبینین امی شیوه گپ زدنه که ای آقا گپ میزنه که زوانم پولو گدین والو تا مبارکی وایم نن پختوم پیوش ونده ای سبا بندر رکرده مبارک دی. حرکات دست از اینا بسیار زیاد جالبه، با می سرعت که دست همات میزنه، با می رقمی که گرفته، باور کنین ما دفعه حال که دیدم فکر کردم که آقا زیر تاثیر کدام مواد مخدر است یا امیال فراموش کرده که امی دست خدا یکقدر تیست شور نته و بازبال از او فراموش نکنه که اموجه نگاهش کنه. جالبه، یعنی یک کسی که نامزد ریاست جمهوری است و با سوادترین و the most educated one. حالا گوش کنین برای کسایی که چک چک میکنه، معلوم میشه این یک مجلس بسیار کلان است و با همی گپی که میزنه بیننده ها بسیار خوش میشه و چی یک چک چک های میکنن. زوانم پولو گدین والو تا مبارکی وایم نن پختوم پیوش ونده ای سبا بندر رکرده مبارک دی. یعنی خود آقای اشرف غنی هم اینقدر احساساتی است که فراموش میکنه دست خود مطلق 30 ثانیه دستش میمانه و کسایی که دی تالار بسیار از خوشحالی چک چک میکنن و معلوم میشه که اکثر از یا کارمندهای تلویزیون کاردان، شمشاد و اتحاد از نویسنده های لسان پشتوست. من لسان اول مادری است، اما ما یک افغانستان پشتو لسان دومم است و ما فکر میکنم که اینم یک توهین بزرگ است. آقای اشرف غنی به می کسایی که دیجه شیشته میگن شما امی لسان پشتو را به یک لسان زنده تبدیل کردین و یا هم چک چک میکنن که یعنی راستی امی کار کردیم، چی یک دستاورد بزرگه. اگر شما میگین که ای را زنده ساختین به یک لسان زنده تبدیل کردین، مانایش ایست که یک لسان مرده بود. من خب فکر نمی کنم که لسان پشتو لسان مرده بود. در طول همی سالهایی که ما در افغانستان بودیم، بیرون از مملکت بودیم، ما فکر می کنم که لسان پشتو یک لسان زنده بود و فوق العاده زنده بود.
اگر نمی بود یه اما موسیقی نمی بود، اگر نمی بود یه اما کتاب نمی بود، اگر نمی بود یه اما رئیس جمهور و وزیر و غیره و غیره، از مردم های وای لسان نمی داشتیم. یعنی یک لسان کاملا زنده بود و کاملا زنده است. یعنی مانایش است که امی کسایی که دمیج شیشتان بودن یا هم نمی فهمیدن که امی آقای احمدزی چی گفته که باید چک چک کنن یا نکنن. اینال من نمی فهمم که بگویم که امی آقای اشرف غنی سطح گپ زدنشان پایین تر است یا از آقای دوستان، اما استثناءات همیشه موجود می باشه و ما نمیتونیم به اثر یک توته از گپهای یک مرد به این اندازه رسیده، به این اندازه تحصیل کرده یک نتیجه گیری کنیم که نه ولی اینا شایستگی ندارن و عطا گپ زدن خودم نمیفهمن. دوستای عزیزم، فراموش کردم که برای شما سلام بتم. امروز 13 اکتبر سال 2013 میلادی است و ما شما را با برنامه خود باز هم خوش آمد میگم. برنامه ما در مورد انتخابات است در افغانستان. افغانستان در آستانه انتخابات سال 2014 میلادی قرار دارد و ما برنامه پیشترم هم در مورد انتخابات بود. امروز اینمی برنامه ما در مورد آقای اشرف غنی احمدزی است، چون که ما این برنامه را از یک بیانیه از اینا یا از یک قسمت از بیانیه از یا در یک مجلس از نویسنده های لسان زیبای پشتو شروع کردم. اجازه بدین که ما یک کم در مورد آقای اشرف غنی احمدزی معلومات بدم، در مورد تجربه کاریشان، در مورد دستاوردهای علمیشان و سطح تحصیلات از وا. چون که ما این برنامه ما بسیار یک برنامه عمیقه که شما فکر نکنین که ما یک آدم خدا ناکده روی کوچه را آمدیم در سرش گپ میزنم. ما همت یک برنامه که سر آقای اشرف غنی دارم، یادتان باشه به طور مثال ما در سر تورن اسماعیل خان نمیسازم، بخاطر یا از اولی که از یک سطح پایین تحصیلات برخوردار بودن، بعد از او با آمدن روس‌ها اینا درگیر جنگ شدن برای دفاع از ناموس مملکت ما، 10 سال در این غار کو میدویدن و در او غار کو و از ناموس مردم دفاع میکردن، 10 سال دیگه بعد از او در جنگ علیه پاکستان و آیسای بودن و در این 10 سال دیگه هم اینا در این کار مصروف است و ما یارا اینقدر دقیق بررسی نمیکنن. اما آقای اشرف غنی احمدزی ما بسیار دقیق برای شما بررسی میکنم و بسیار منصفانه. جناب اشرف غنی در سال 1973 بعد از ختم تحصیلات عالیشان در یک یونیورسیتی انگلیسی یا آمریکایی که در بیروت بود، دوباره به افغانستان برمیگردن. از سال 1973 تا 1977 در دانشگاه یا پوهنتون کابل به حیث استاد ایفای وظیفه میکنن. در 1977 اینا یک بورس تحصیلی به امریکا میگیرن. بعد از اینکه اینا امریکا میاین کودتای ثور میشه. بعد از اینکه تحصیلاتشان اختتام میافه، دوباره به افغانستان بر نمیگردن و در عوض از او پذیرفته میشن در کولومبیا یونیورسیتی که در اینجا اینا کلچرال آنتروپولوژی میخوانن، یعنی مردم شناسی فرهنگی که یک شق خاص در مردم شناسی است. جناب احمدزی در طول سالها بر علاوه مردم شناسی فرهنگی اینا پولیتیکل ساینس را هم خوانده می باشند. بعد از ختم تحصیلات به زودی جناب اشرف غنی احمدزی در یونیورسیتی برکلی کالیفرنیا و همچنان جان هاپکینز بر خود کار پیدا می کنند. در سال 1991 جنابشان در 2 یونیورسیتی دیگه که عبارت از استنفورد و یونیورسیتی هاروارد است، در رشته
تریننگ لیدرشپ یا لیدرشپ تریننگ با تحصیلاتشان ادامه میتن و در امی زمان ریسرچ از اینا در مورد استیت بیلدینگ است، یعنی که چطور یک حکومت فانکشن کنه، چطور یک حکومت با یک شکل متوازن و خوب با مردم خود سرویس بده یا اینا را خدمت کنه. جناب اشرف غنی احمدزی در سال 1985 یک بورس دیگه گرفته می باشه که در سر مدارس پاکستان ای باید یک ریسرچ کنه که ای را عام کرده. یک مقدار معلومات از اینا در رشته اسلام همچنان است. بر علاوه از اینکه جناب اشرف زی و تحصیلاتش ادامه می داده، در سال 1991 در بانک جهانی کار می گیرن و در اینمی زمانی که اینا در بانک جهانی کار می کنن، اینا یایی که کار می کنن در مورد روسیه، هندستان و علاوتاً چاینا یک ریسرچ دیگه می کنن یا با یک تحصیل در امی مورد 5 سال دیگه ادامه می دن. نظر به گفته ویکیپیدیا 5 سال در مورد هر مملکت، اما با جمع و تفریق درست نمیمد، سو بنان ما ایره فکر میکنم که 5 سال است. و در اینمی زمان که جنگ در افغانستان ادامه داره، آقای غنی احمدزی در میدیا بسیار فعالتر میشه که از جمله در بی بی سی، در سی این این، در ای بی ایس، در سی بی ایس، در تمام از اینا آقای احمدزی حضور به هم میرسانه. اما تا سال 2001 آقای احمدزی پای به افغانستان نمی کشه و نه هم در پاکستان، ولی بعد سال 2001 جنابشان از کار در یونایتد نیشن که در پالوی کارشان در بانک جهانی داشتن و خود کار که در بانک جهانی داشتن استعفا می کنه و تشریف می برن در افغانستان و در این زمان با میدیای امریکا و اروپا همچنان فعالانه کار میکنن، یعنی در همه جا حضور به هم میرسانن. جناب احمدزی در کنفرانس بن یک حضور بزرگ داشتن، در عین زمان در تاسیس لوی جرگه و قانون اساسی افغانستان نقش برا زنده بازی کردن، بعد از او مشاور آقای کرزی بودن، بعدن سمت وزیر اقتصاد کشور داشتن، سال 2004 از سمت وزیر اقتصاد استعفا میکنن و خواستار از این میشن که رئیس پوهنتون شون و مثل از این که در مملکت ما تنها اینم یک نفر باشه فورا رئیس دانشگاه کابل میشن. بعدن از ریاست دانشگاه استعفا میورزن و یک انستیتیوت یا یک ارگانایزیشن را اینا اساس میگذارن به نام Institute for Effectiveness of the State یا State Effectiveness، یعنی که چطور حکومت مؤثریت داشته باشه. و جناب غنی احمدزی اینجا است که بعد از این که اینمی انستیتیوت یا کوفاند میکنن، فوراً در کنفرانس بن سال 2004 دوباره اشتراک میکنن و در اینی زمان حدود 8.5 بیلیون دلار از طریق از اینا به افغانستان داده میشه. بسیار پیسه، پیسه که به اساس گپ خودشان ببینین که چی میشه. 8.5 بیلیون دلار، هر بیلیون 1000 میلیون است، یعنی 8500 بیلیون دلار. و سعی کنین کی ای آقایی که اینقدر تحصیلات داره در مورد از این که چطور یک حکومت مؤثریت داشته باشه، اینا یک ارگانایزیشن ساختن و امی پیسه از طریق از یاد در افغانستان میایه و خودشان به افتخار میگه، اما ببینین که خودش در مورد 8500 میلیون دلار چی میگه. ما زد مالی وزیرم، ما دهت اشاره 2 میلیارد دلار رو جمنه واخیستله، ما دهت اشاره 2 میلیارد دلار رو جمنه واخیستله لدنیا نه، او پا این حال که دنیا تا می قناعت ور که چه افغانستان راتون که اگه وقت که اتو کالو که شپگویست اشاره 5 میلیارد دلار رو تا ضرورت لنی. دا جمنه لدنیا لخوا تکرار سولی،
مگر دا حکومت که دومره کفایت نو چه دا پیسی مصرف کرد. هر برخی که چوب یا نوی ملی پروگرام پس لدین تزلی دولت نویتم تره او تطبیق نشو. بلکس چو شو؟ رشوت او چطو خو؟ زانزانی عام شو؟ بلکس چو شو؟ رشوت او چطو خو؟ زانزانی عام شو؟ قانون بدل سو؟ بخانی بانی؟ کاش که بخانه خانی بانی؟ خان بخیلی بانیو اوز به یو سرداری توگه رفتار که ده قانون مانانه لری. ببینین پیسه ها بعد از آمدن ای 8.5 بیلیون دلار مملکت در فساد کشانده میشه. آقای غنی احمدزی ایش نمیخواه که مسئولیت بگیره. یک آدمی که در این سطح تحصیل کرده، در بانک جهانی کار کرده، در یونایتد نیشن کار کرده و حتی در ویکی‌پدیا نوشته شده که یک بار سر و صدا از این بلند شد که آقای اشرف غنی احمدزی رئیس ملل متحد میشه و در افغانستان در پشت پرده قدرت از این آقا مهمتر و بلندتر از آقای کرزی بوده. 8.5 بیلیون، 8500 میلیون دلار ای آقا میگیره، خودش هم میگه، ولی او حیف و مایل میشه. شما فکر میکنین که 8500 بیلیون دلار ببخشید میلیون دلار کم پیسه است؟ بخصوص در او زمان افغانستان، افغانستان میتونست که او پیسه دوباره آباد شد. آقای پیسه ها را میگیره و من نمیفهم که با چی رقم مصرف میشه. و در این زمان آقا از وزیر اقتصاد همچنان استعفا داده و در امی زمان ای آقا خودش گفت که ما قناعت دادم دنیا را که برای ما 26 بیلیون دلار دگام در افغانستان کار است و ما فکر میکنم که از او 26 بیلیون یک قسمت زیادش داده نشد و او یک پلان 7 ساله بود. 26 بیلیون پلان اولی می 8.2 بیلیون در پلان 3 ساله بود بر افغانستان. ببین که ما برای شما یک کلیپ دیگه بمانم. این کلیپ در مورد دکتر عبدالله است که در او زمان وزیر خارجه دولت نوبنیاد افغانستان بود که آقای کرزی رئیس جمهور بود. دکتر عبدالله وزیر خارجه بود. دکتر عبدالله می آید امریکا، کنسولگری افغانستان در لس آنجلس آقای دکتر عبدالله را دعوت میکنه و در این میجا که انگفت از هموطنهای ما در این مجلس حضور داره، یک خانم میایه و آقای دکتر عبدالله را مورد سوال و جواب قرار میده. ببینین به این کلیپ. دکتر تشریح کنین که چی مانا برسی که من بسیار مخشوش شده مانای عزت نمیفهم که در این وقتا چی هست. فکر میکنم صدای بلند من چی دیدم من صدایشان چی دید در سابق چی مانا میداد عزت؟ عزت کسی که غرور میداشت، حیثیت میداشت، آبرو میداشت، با پول خود نمیفروخت، منظور نمیبود، غلام نمیبود، جاسوس نمیبود، خائن نمیبود، منافق نمیبود. بله خوشبختانه که منافع شخصی خود، منافع ملت خود را زیر پای نمیکرد. زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان، مرد بر انسان کشا، مرد بر خائنین ملت افغان، مرد بر کشم کشا، مرد بر تاجک کشا، مرد بر ازبک کشا. ما ملت افغانستان را میخواییم، ما پشتیبانی از ملت غیور افغان میکنیم. اجازه بدید، اجازه بدید که خبر مال شما با آرامی همه دروغ شما در افغانستان برای مردم افغانستان بگید. نه اینجا گفته نمیتونید، برای از این که میدیای از اینجا آزاد است و ما کلی چیز از طریق میدیا کنترل میکنیم و میشنویم. کتابایی که در اینجا چاپ شده بوش ادوار نام خودتا گرفته که 10 میلیون دلار گرفتی. ما افتخار میکنم به یه خانم کمی جرأت کرد رفت یک مجلس صدای خود بلند کرد. این وظیفه کل ماست. منتها پیش از اینکه ما دیگه گپ ها را بزنم ما میخوایم با می خواهرم بگویم و
علاوتاً به دیگرهای ما بگویم که اگر شما در یک مجلس میرین و یک سوال دارین از یک آدم بسیار مهم، احساساتی نشین، به خاطر که از کمبود منطقتان نمایندگی میکنه. و امی خواهر ما با احساساتی شدن چانس از ایره که از دکتر عبدالله یک جواب درست بشنوه که امروز برای کل ما مهم باشد از دست داد. زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان، مرد بر انسان کشا، مرد بر خواهشین ملت افغان، مرد بر کشم کشا، مرد بر تاجک کشا، مرد بر ازبک کشا. ما ملت افغانستان میخواییم، ما پشتیبانی از ملت غیور افغان میکنیم. یک دفعه دقال مقال عکس شده که شما آیتو که شما آیتو که شما آیتو، بنان امو جربست از بین رفت. اگر نه دکتر عبدالله در قسمت از این یک رفتار مدنی کرد، یعنی تو نگفت که قار شوه خانم از مجلس بکشن، و قراره که شما در مجلس میبینین یک ده بیست نفر تنها بادیگارده بوده و کلش امریکا، یعنی اگه اشاره میکرد خانم از اوجه میکشن، اما امیکاره نکرد و علایده صدام کرد. وقتی که خانم شیشت علایده دوباره صدا کرد، گفت بماننش که گپ بزنه. اینالی خانم بسیار یک چانس خوب داشت که امیر با ملایمت سوال خود مطرح میکرد و میتونست تا جربست خود پیش ببره. چیز دیگه که در اینجا ما باید بگویم بر امی خواهر خود که اگر بار دیگه شما امی کار کردین در جای ساجق نجوین، به خاطر از اینکه از جدیت شما میکاهه، یعنی یک آدمی که جدی شما را در اوج جدی نمیگیره. عزت تشریح کنین که چی مانا برسی که من بسیار مخشوش شده بود مانای عزت نمیفهم که در این وقتا چی هست. فکر میکنم صدای بلند من چی دیدم هم صدای شما چی دیدم. و امی ساجق جویدن هم باز یک ترتیب داره و مون رقمه که شما ساجق میجویدن مناسب از این سوالتان نبود. ما شما را خواهر از دیمیج نمیشناسم و در حال که سپاس میکنم جرات شما را، ما فکر میکنم شما خوب بازی نکردین، بسیار زیاد یک کار خوب کردین مگر خوب بازی نکردین. و جناب دکتر عبدالله را اجازه دادین که تا حدود ببره، به خاطر از اینکه اول بر شما اجازه داد، بعد از اینکه شتینام بر شما اجازه داد و باز یک سوال بسیار خوب کرد، گفت شما گفتین که امی چی مانا میته، امی عزت، من این وقتا یک رقم پریشان خاطر هستم از اینکه عزت چی مانا میته. اونا از شما دوباره سوال کردن، گفت که در سابقه چی مانا میداد، باز شما گفتین که عزت مانایش ایست که وطنت نفروشی، که خیانت نکنی، که چی. اول خب مانا عزت تو نیست، ولی خیر است، یعنی او یک چیز نیست که ما بر شما بگویم. امی چیزی را که شما گفتین ای خود از این باز هم مورد سوال قرار میگیره، چرا پیش از این که دکتر عبدالله و این حکومت نو افغانستان به پیش از او طالبا بود، پیش از او عزت هم او مانایی را نمیداد که شما گفتین، پیش از این که طالبا به حکومت جنگ و دعوای مجاهدین بود که در او زمان هم عزت هم این مانا را نداشت که شما گفتین، پیش از این حکومت خلق و پرچم و جنگای مجاهدین بود که در او وقت هم این مانا را عزت نداشت، پیش از او حکومت داوود خان و ظاهر خان اینا بود که تا حدود میتانستین، تا حدود بگوین که در اون زمان یک کم خویزت بود اگر نبود، یعنی در سابق که میگفتن در سابق هم امیدم حملکت ما و شما هم این مانا را نمیداد. ولی به هر حال ما منظورم از این کلپ ایست که اگر در 10 میلیون دلار دکتر عبدالله را مورد سوال قرار دادن، امی دکتر غنی اشرفزای که تا 8500 میلیون دلار که خودش میگه که گم شد اکثرش، و خودش میگه که رشوت خوری شروع شد و مملکت رای فساد آغاز کرد که بپیمایه، در مورد از هیچ کس خبر داره؟ ما خود حال از هیچ جای نشنیدیم. امی ما مردم افغانستان و خیلی تنها همون چیزایی را که آیسای برای ما نشان میده که سرش گپ بزنیم گپ میزنیم، چیزای دیگر هیچ سرش گپ نمیزنیم. ما برای شما ضمانت میکنم که یک قسمت از او پیسر دکتر صفغنی مصرف کردن سر کسایی که برشان بازده انتخابات بعدی رای بده، سر با وجود آوردن یک یاد انستیتوت ها در افغانستان کار کردن که یک چینه یا زنجیره با وجود بیاره برای ازی که در انتخابات آینده برشان کمک کنن. و یه تنها پیسه نبود که آقای احمدزی گرفت. آقای احمدزی من فکر میکنم که حداقل در 3-4 سال آخر
اینا رئیس پروسه انتقال قدرت از آیساف به ارتش افغانستان است. پروسه انتقال قدرت و صلاحیت و مسئولیت به ارتش افغانستان است. صدها میلیون دلار دیگه، حتی چندین بیلیون دلار از طریق آقای احمدزی در اینمی پروسس مصرف میشه. اما سعی کنین در افغانستان چی گپه؟ طالبان قوی تر شده، امنیت کشور ما در خطر بیشتر قرار گرفته و آقای احمدزی تمام اینا را در مصاحبه خود یاد میکنه که ما این نقش بازی کردیم، ایره ایره ایره. اما وقتی که از مسئولیت گپ زده میشه باز فوراً مایین میشن، والا نیمده ایجه کدام نقش دیگه نداشتیم، من 8 نفر کت خود داشتم، ما هیچ چیز دیگه نداشتم، ما تنها ای را بررسی کردیم دادیم بر آقای کرزی، هر بدبختی که آمده از آقای کرزی است. سعی کنین ایره آقای احمدزی. حالا یک بار دیگه میخواییم تأکید بکنم، زمانی که شما اشاره میکنین که این بخش ها توجهی صورت نگرفته است، مثال های زنده شما میخواییم بگوین در بود حکومت داری، مبارزه با فساد، اقتصاد معلل، آنچه را که شما در مرحله اول و دوم روند انتقال به این ولایت هایی که سفر کردن، به هرات، به مزار شریف، بعد سپرده بودن، در چگونگی مبارزه با فساد و در چگونگی ایجاد اقتصاد، توسعه این مسائل، آیا واقعا کارش به کجا رسید؟ حالا اگر این را از بود وعده هم نگوییم، چرا که شما مسئولیت نیست، در حد این مسئله که شما زمانی که میخواین روند انتقال را، این لفظی است که خود شما استفاده میکنین، تنها مسئله نظامی نیست، در بخش های دیگر در همین ولایات چه کار صورت گرفته؟ چند نکته باز خدمتتون عرض کنم. اول، من هیچ وقت وعده نکردم، چون وقتی که آدم مسئولیت نداشته باشه وعده کردن نمیتونه. من یک بحث رو انداختم و تعهد کردم که نظریات مردم انتقال داده میشه به رئیس جمهور و به اعضای مسئول. این همینجا همین تعهد که شما میخواید استفاده بکنین، کارش به کجا رسید؟ تعهد سرزی بود. اینا نکات ببینید چند مرحله داره باز. اول، اجماع مردم سر چیست؟ در بخش اقتصاد که از پروژه کوتاه مدت با پروژه وسیع برید باشه. آقای احمدزی، مسئله دیگر گفتهای رئیس جمهور بود که شما اشاره کردین. حال بگذارد همین دید را از نگاه کسی که مسئولیت داره و تاریخ در موردش دست کم در مورد شما قضاوت خواهد کرد بشنویم. گفتهایی که رئیس جمهور در نشست سه قوه اونجا اشارت کرد که باید قربانی بدیم، دیگر مصلحت به کار نیست، دیگر مصلحت‌گرا نخواهیم بود. درست 20 روز بعدتر از آن رئیس جمهور یک بار دیگه اشاره میکنه که این مصلحت صورت خواهد گرفت. آیا واقعا شما به عنوان رئیس یک روند، نه به عنوان یک شهروند افغانستان، باورمند به این مسئله هستین که رئیس جمهور برای مبارزه با فساد قطعیت خود را داره؟ اون مسئله تعلق به رئیس جمهور داره، چون چیزی که من سرش تاکید دارم، بحث یک افغانی که همیشه مفت کار کرده، من بر دولت کار نمیکنم، کار من بر ملت است، مامور دولت نیست، کدام امتیاز ندارم، کدام چیز نخواستیم، نه کدام دستگاه دارم که مردم مقرر کنم، نه اینا، من در این کار غرض ندارم، هدف و نه کدام منفعت اقتصادی شخصی دارم. خودت اول 8.5 بیلیون دلار گرفتی، تا فکر کنیم که در مو وقتی که در افغانستان حکومت نجیب الله بود، در جلال آباد فکر کنیم که آقای نجیب یک 100 میلیون دلار داره که میخواه کابل بیاید، برای یک جنرال خود امر میکنه که پیسه را به کابل انتقال بده. آقای جنرال در پشت یک ترک میندازه 4 تا عسكر که 4 تا تفنگ میشونه، میگه ایره ببر کابل. در میسه سروبی که میایه آقای زرداد که یک 200-300 نفر موتر استاد میکنه، از قرار میکشه، پیسه را میگیره میبره. جنرال میگه صاحب، نجیب صاحب، گناه ما نبود، مرا ای کردم و عسکران بود، خود چی کنیم دیگه، اونو زرداد خائن پیسه را دوزی کرد. زرداد خود یک دوز بود، یک قاتل، یک راگیر بود، مگر وظیفه جنرال چی بود؟ سنجش درست بود. شما یه همه تحصیلاتی که در قسمت مردم شناسی کردین، در قسمت پولیتیکل ساینس کردین، در قسمت از اینکه یک استیت یا حکومت چطور افکتیو باشه، در قسمت ای همه چیزا که کردین، ای چی شد نتیجه ازی؟ اگر شما فکر میکردین که افغانستان سیف نیست، مسئول نیست برای گرفتن 8500 بیلیون دلار و چور میشه،
نمی گرفتین از جامعه جهانی؟ حال نمی کردین این پیسه را چرا گرفتی آقای اشرف غنی احمدزی؟ و او را ماوردی از سروبی تر کردی از پیش آقای زرداد و خودتا میگه که بعد از او رشوت رشوت بازی شد، باز ما دیگه از او جا بر آمدیم. این مسئولیت از این کرایم، از این جنایت در دست خودت است. به نظر ما این یک کرایم است انترنشنال. شما پیسه مردم افغانستان ضایع نکردین، پیسه جامعه جهانی رو ضایع کردین. این پیسه تکس پیر دنیا ده یه صداره یا به اساس رقت خلق دادن به افغانستان، با مردم بیچاره افغانستان. این خود شما در سر خانه تان قرض نگرفته بودین، مثل که در امریکا شما خانه تان گرو میمونین پیسه میگیرین. شما خود کلای تان ای واسکته کسی های تان خود گرو نداده بودین. شما خود آبروی خود گرو نداده بودین، آبروی مردم ما را گرو داده بودین، مملکت ما را گرو داده بودین. امروز خود دنیا نمیگه که ما پیسه به اشرف غنی احمدزی دادیم گم شد، با کشور افغانستان دادیم و کشور افغانستان دزیش کرد، در حالی که اینمی مربوط شماست. و سعی کنین که دکتر عبدالله سر 10 میلیون دلار به او رقم بیاب میشه و مردم یاد میکنه که دکتر عبدالله والا از کدام کالا فروشی که در هالیوود است 15,000 دلار درشی خریده. حالا خود افغانستان وقتی که امریکا بعد سال 2001 آمد، کدام حکومت در افغانستان نبود. اینا باید پیسه میدادن مردم امریکا یا می CIA و حکومت امریکا که کسایی را در مقابل طالبا کمک میکردن. اینا حکومت نبود، نفرای کلان کلانه برشان پیسه دادن. مثلا امو قماندان عبدالحق میلیونا دلار دادن، اما وقت کابل رفت کشته شد. آقای کرزی میلیونا دلار دادن، برادرش هم میلیونا دلار دادن، دکتر عبدالله رفت، فهیم قسیم ها. تمام از یا پیسه گرفتن و یک قسمت از او پیسه در امو را مصرف میشد، به خاطر که امی عسکرای جبهه متحد، ما یادم است که CNN مصاحبه کرده بود، یا بوت سعی نداشتن در پای خود، کالا نداشتن و از این خاطر بر از یا پیسه لازم بود که بده. آیا دکتر عبدالله یک قسمت از او را در جیب خود زد؟ عتمی زده؟ آیا یک بسیار کلان گپ است؟ شاید باشه، اما با مقایسه این دوزیای کلان دیگه او هیچ چیز نیست، هیچ چیز نیست. دکتر عبدالله یک دریشی خرید 15,000 دلار یا 20 سال در کوها بالا شدن در مقابل پاکستان جنگیدن، 10 سال یا 15 سال در عین زمانی که بر علی روس می جنگیدن، در درون افغانستان بر علی پاکستان هم می جنگیدن. اگر همیا نمی بود، بعد از اینکه حکومت نجیب سقوط کرد، همی افغانستان در مقابل آیسای چی اگر اکسال عمل می داشته؟ هیچ. اما تا که رهبرهای دیگه جهادی تسلیم شده بود، ما و شما در دست آیسای می بودیم، حال زن و مرد و کل ما در دستشان می بودیم. اما جا یک چند نفر بی سواد مثل دکتر عبدالله یا مسعود یا هر کس که بود که امور شما میگین که مسئول جنگام بودن، خب حداقل در مقابل زمین هم خود جنگ کردن. تا می وقت آخر هم خمی طالبا که از تمام قدرت آیسای در پشتش بود، یک 5% خاک مملکت خود نگرفته بود، اما 5% کی نگاه کرده بود؟ اینمی دکتر عبدالله، اونو مسعود، اونو یک چند تا توتخور و تلخان خور دیگه. نال ما و شما پشت اینی نفرهای کلان ایلا کردیم، پشت از وارا گرفتیم. او وقت تیر شد، حال یک وقت نو است. حال وقت است که ما امرای آدمای گنده تحصیل کرده گه بزنیم. آقای اشرف غنی باور کنین یکی از مهمترین نفراست در اینمی که چطور مملکت ما در 10-12 سال به یک کجراه کشانده شده. ولی بیاین از خود آقای اشرف غنی که اینقدر کمک‌ها را گرفت و گم و نیست کرد، حالا ببینین که چی میگه. اول در توازی ویم بین بلی مرستی در باندی بندیگی او دا نظام بل بین بلی مرستونه شپک میسته نیسی چلید دی باندی خورا سرم من میبینین. و پشتو میگه که ما برتان میگم که کمک های بین المللی دیگه قطع میشه و اینمی حکومت 6 ماه دیگه بدون از این کمک های استاد شده نمیتونه. و ایره کدام سال میگه؟ اینمی 2013، این دو سه ماه پیش این مصاحبه را با امی آقایی که مصاحبه داره کرده. یعنی اینمی حالا میگه که کشورهای جهان دیگه با ما پیسه نمیتن، کمک ها قطع میشه و قطع هم کشه نتیجه چیز، در 6 ماه حکومت افغانستان سقوط میکنه. اول در توازی ویم بین بلی مرستی در باندی بندیگی
او دا نظام بل بیندلیم رستونه شپاگ میستنی سی چلید دی بانده خورا سرم من خیو بیدن تو چرا خدا بر ریاست جمهوری انتخاب میکنی؟ مگر اینجا کدام مشکلات هسته؟ در این بالا خانه کدام کرایه نشین داره ندارین؟ چطور شما خدا بر ریاست جمهوری کاندید میکنین؟ خب ما از شما چی توقع داشته باشیم؟ خودتان با ما میگین یک قدر ناامید هستین که با ما میگین که که کمک ها قطع میشه و شش ماه حکومت نمیمانه. خیلی چرا ما می رای رایگاهی گیری را کنیم در افغانستان؟ حالا بان که مکرزه باشه همی شش ماه دیگر هم آلمو باشه، چی فایده از این رای گیری؟ اینال سعی کنین به یک پدیگش ایران در اینمی زمان در اینمی مصاحبه یا در یک مصاحبه دیگه که در اینمی عین زمان شده با یک تلویزیون سعی کنین که در این چی میگه؟ اینال بخش سومه به منافع بین المللی هیچ مملکت از رای کمک بین المللی جان نگرفت. تا یک اراده داخلی ایجاد نشده که یک طرح واضح آینده سازی بر خود داشته باشه. منابع عمده ما چیست؟ موقعیت ما، آب ما، تشبث ما، معدن ما و پولم و پولم و پولم. میبینین دیگه کمک بین المللی مهم نیست، هیچ مهم نیست. پیشتر میگفت سقوط میکنه مملکت. حالا چی میگه؟ میگه ما اولین چیز مهمه که داریم همی حدود عربه ماست یا موقعیت مملکت ما. غلط. موقعیت مملکت ما برای ما یک مشکلات کلان خلق کرده. همی چیزی که مملکت هاست مملکت های کتا کتا در پولی ماست. ما همی خورترین و بیچاره ترینش هستیم. سعی کنین روسیه در ایسون ما نوکلیر پاور، پاکستان در ایسون ما نوکلیر پاور، چاینا در ایسون ما نوکلیر پاور، اندیا کم دورتر نوکلیر پاور، ازبکستان سعی کنین، تمام از یا کشورهای کتا کتا و زوراور. و ما پیسه از ایره نداریم که برای عسکر خود معاش بتیم. اگر هم امریکا نباشه و نه، خود آقای اشرف غنی میگه که حکومت افغانستان سقوط میکنه. یعنی بدبختی ماست، کاش که در گوشه دیگه میبودیم، پای ما هم در یک بر میبود که یک دو تا کشتی هم میداشتیم، میتونستیم که در بازار جهانی هم را بیافیم نسبت به این قاده کوها. دیگه چیزی که میگه، میگه ما چیز دیگه که داریم معادن ماست. بله، معادن که یا استخراج نشده یا دوزی میشه توسط خارجی ها. دیگه چیزی که میگه، میگه آب ما، آب ما باعث بیابی ما شده. ما در افغانستان کدام آب داریم؟ اونمی چند دریاست که ما از اوه چه استفاده نمیتونیم. دریا میره در کشورهای دیگه استفاده میشه و خیش بر میره. با ما او آب چی داده؟ ای چیز نداده. از او زیر خانه ما تیر میشه، باید بریم کت سطل از او آب بکشیم. و یه میخواندن هایی که مردم های کوچی میکنن، نه یا به یک یاد هنرمند های ما، باز یک دختره که میبینین یک کوزگک در سر شانش باز دنگ دنگ دنگی میره از لب دریا که آب گره او بیچاره. اونو قدر استفاده ما از آب خود میکنیم. ای دیگه ایشو سعی کنین و پولم و پولم و پولم. پیسه ما کدام پیسه ما؟ او آقای اشرف غنی خودت میگی که اگر اینمی کمک ها قطع میشه و از شش ماه بعد ما سقوط میکنیم. کدام پیسه؟ ما پیسه نداریم. پیسه رئیس جمهور ما از بیرومه، پیسه معاش خودت از بیرومه، پیسه عسکر ما از بیرومه، پیسه نفرای ما که در پارلمان از بیرومه. در این مملکت که خودت بیلیون ها دلار گرفتی و وزیر مالیان بودی و رئیس از این انستیتوت که برای چور بود، چور کردن بیلیون ها دلار، خودت چند کار در افغانستان کرییت کردی یا به وجود آوردی که از او یک مالیه به وجود بیاد و امروز مردم برای حکومت مالیه بدن و حکومت سر پای استاد شد. حاضر هستم که همراه خودت یک روز بشینم، ما همراهت مصاحبه بکنم، بیا میره برای ما بگو که چرا این پیسا چی شد؟ و امروز هم در کل چیزا که فیل کردین آل آمدیم که ما باید رئیس جمهورم شم. و سعی کنین شما امی کلپ دیگر رو گوش کنین که امی خود از یاد در رابطه تجارت قومی چی میگن. دروازه‌بانای مختلف با وجود آمدن که قوم مبدل کردن به یک تجارت. امروز نهادهای دولتی مبدل شده به تجارت قومی. تجارت قومی ضامن وحدت ملی بودن امید. تجارت قومی ضامن وحدت ملی بودن امید. تجارت قومی ضامن وحدت ملی بودن امید.
رابرته دي جنبش د علي قدر سهيد باندې دا سو دا جنرال دوستم دے دل پرمان دے دا جنرال دوستم دے دل پرمان دے رہ پردت جنبش دا آلی قدر سخی زوان دے دا سو دا جنرال دوستم دے دل پرمان دے دا جنرال دوستم دے دل پرمان دے سمبول دی منسولیا غدی دیموکراسی دے غم خور د ټول ملت دے غم خور د ټول ملت دے سمبول دی منسولیا غدی دیموکراسی دے غم خور د ټول ملت دے غم خور د ټول ملت دے کومنه دی شمال سرایو پوری پچ کران دے تاسو دا جنرال دوستم میبینین مگه تجارت قومی باعث وحدت ملی نمیشه؟ خیلی خودت با کدام اساس همی دوست اومده ایجا گرفتی و عیس معاون اولت؟ با کدام اساس؟ اگر تجارت قومی نیست خیلی چی هست همی را ببین برای من؟ و باز خودت در انتخابات پیشتر اینمی نفر در مقالت با عیس یک قاتل شناخته شده یاد کردی که در لندن تایمز هم چاپ شده بود؟ گوش کنین به این کلپ دیگر. اشرف غنی احمدزی کس را معاون اولش برگزیده است که پیش از این وی را در مقاله قاتل شناخته شده نامیده است. اشرف غنی احمدزی در مقاله در روز انتخابات گذشته ریاست جمهوری که در لندن تایمز به چاپ رسیده بود جنرال دوستم را یک قاتل گفته است و نیز از رئیس جمهور کرزی انتقاد کرده بود که چرا جنرال دوستم را در حکومت جا داده است. اما حزب جنبش ملی اسلامی میگوید که اشرف غنی احمدزی در آن زمان شناخت دقیق جنرال دوستم نداشت و اکنون که آقای غنی جنرال دوستم را خوب شناخته است وی را معاونش برگزیده است. این سفیر رسمی دکتر اشرف غنی احمدزی است. دکتر اشرف غنی احمدزی در انتخابات سال 2009 مقاله ای را به لندن تایمز نوشته بود که اکنون در صفحه رسمیش مشاهده می شود و در این مقاله از جنرال عبدالرشید دوستم با عنوان یک قاتل مشهور یا شناخته شده نام برده شده است و از رئیس جمهور کرزی انتقاد شده است که چرا جنرال رشید دوستم را در تیمش جا داده است. خویان خودت در حالی که میگی که تجارت قومی باعث وحدت ملی نمیشه چطوری کار کردی؟ جناب اشرف غنی پیغام گفته میره که ما در افغانستان پیسه نمیگیرم، ما مفت کار میکنم. آه این مرا در میته که یک نفر ما را اعتبازی میته. آقای احمدزی خودت بیلیون ها دلار برات داده شده، بانک جهانی برات پیسه میده، یونایتد نیشن میده، به حساب ریسرچ میده، به حساب مصرف میده. و دیگه ای که ماش چی کار داری؟ بیلیون ها دلار، صدا میلیون دلار از دست خودت پاش میشه در مملکت. از امو که یک قوده شده جیب خود بزنی اونمو از ماش کده زیاده. خب فکر کن ما در افغانستان خودت بته مای 50,000 دلار و چی هست؟ هیچ چیز نمیشه. خودت صدا میلیون دلار هر هفته و هر دو هفته مصرف میکنی. از او یک قودش ایسو پایین ببری بست از او کده زیاد است. خود چطور این حال میگی که ما در اینجا کار نمیکنم؟ سعی کنی نی کلپ شه. ما دول از کالا کیگی چه مفت کار کرده دیو خلکو ده. چیزی که مسرش تاکید دارم بحیث یک افغانی که همیشه مفت کار کردم، بحیث یک افغانی که همیشه مفت کار کردم، بحیث یک افغانی که همیشه مفت کار کردم. شما با ماش ضرورت ندارین اما شما مفت کار نمیکنین آقای احمدزی، بسیار به یک پول گزاف شما کار میکنین. سعی کنین جناب احمدزی در مورد سال 2014 چی میگن گوش کنین. ما و شما به یک مقطعی بسیار مهم تاریخی هستیم که مسئولیت ما تنها متوجه ما و شما نیست. 5 نسل آینده افغانستان در این 5 تا 10 سال شرایط زندگیشون آماده خود شد. بنان از یک طرف یک ترازوی امید، وحدت و رفاه دست، ثبات و رفاه دست ماست. از طرف دیگه یک ترازوی خون، پله دیگه ترازو خون است. اگر ما شما، اگر این ملت قادر به این نشه که پلی ثبات و رفاه و اتفاق به جهتش بره، خدای ناکده خونه که خاط ریخت
سال 92 اینا را از یاد مردم کنیم. یعنی که اگر ما درست نسنجیم سال 2014 با یک دریای خون تبدیل میشه، دریای خونه که تا هنوز ما ندیدیم سالهای گذشته فراموش ما میشه. و اگر فکر خود بگیریم ما میتونیم که یک آرامش در مملکت خود بیاریم و یک خوشبختی و پیشرفت و ترقی. آقای احمدزی خودت خو میگی که کمک ها قطع میشه و حکومت هم در 6 ماه از بین میره. خیلی با فکر ما چی رابطه داره؟ هیچ نداره. ما یک وسیله دست هستیم، بخوایم نخوایم دنیا کمک خود قطع میکنه و حکومت سقوط میکنه. این حال با ما چی غرضیره؟ یعنی با فکر ما هیچ رابطه نداره. خب این حال اگه با فکر ما رابطه داره و خودت میگی سال 2014 قدر مهمه که باید هم باشه، واسه کنی این کلپ دیگره. امروز یک مشکل روحی داریم. اگه انگشت ما درد کنه میگیم دولت سقوط میکنه. بین در انگشت درد کردن و سقوط دولت یک زینه بسیار وسیع وجود داره. در قوه امنیتی ما مخصوصا قطعه خاص ما و 6 قول اردوی ما و قطعه 111 ظرفیت عزیزی داره که از سقوط دولت جلوگیری. ببینین میگه سال 2014 مردم فکر میکنه که بسیار یک سال مهم است، مردم بخی ترس داره، کلکشان هم که درد بگیره فکر میکنه حکومت سقوط میکنه. نه او تا نیست. حالا خودت هم یاله گفتی که دریای خون میشه، ما باید سرش فکر کنیم. باسه کنین چی میگه؟ میگه 2018 و 2024 فکر کنین. انتخابات هر 4 سال باده یا ترم ریاست جمهوری هر 4 سال است. اینال آقای کرزی 4 سالشان که تیر میشه یا در 2014 که یک انتخابات میشه، باز در 2018 دیگه انتخابات میشه 4 سال نه؟ باز دیگهش در 2022 میشه، ولی ها میگه در 2024 و ایره چندین بار تکرار میکنن. یک اشتباه لفظی نیست، از این اشتباهات ماتماتیک به اندازه زیاد میکنن. خب ما وارد ایجا نمیگیرم چون او را میتونیم بگیم که ولی هم ایجا فکرشان نشد، یک اشتباه کردن. و اگر نه ما اگر باز آقای اشرف غنی گفت باز ما امینایشانه در یک برنامه دیگه میکشم که چقدر اشتباهات ماتماتیک دارن. آقای اشرف غنی سعی کنین که ای چقدر کار کرده؟ دو لوی جرگره ای رئیسش بوده، رئیس نه، یعنی کسی بوده که تمام چیزای زیره ای باید سرش نمیکرد. اون نفرهایی که قلنگی میزدن و میامدن و این بروتا و برشان هزارها دلار داده میشد، او پیسا رو میفهمین که در دستشان میموند آقای احمدزی. یعنی بعد از دو دفعه که لوی جرگه کردن و او لوی جرگه هیچ مانام پیدا نکرد، هیچ گونه سلام در افغانستان شد، هنوز هم این پیهم گفته میره که اجماع ملی و لوی جرگه. ولی در دفعه اول ببینین که در قسمت منفعت خودشان که هست میگن لوی جرگه باید نشه. منفعت خودشان نیست که امسال سر صدا بود که همی آقای کرزی شاید حکومت هیچ اعلان نکنه، بوی یک لوی جرگه شد لوی جرگه تصمیم بگیره و سعی کنین که در اینجا منفعت خودش از بین میره چون خودش رئیس جمهور نمیشه. سعی کنین که چی میگه. اینال آمدیم سر بود سیاسی. اول لوی جرگه از نگاه قانونی صورت گرفته نمید، تنها در زیر پایماندن قانون اساسی لوی جرگه دایر شده بید. تنها در زیر پایماندن قانون اساسی لوی جرگه دایر شده بید. تنها در زیر پایماندن قانون اساسی لوی جرگه دایر شده بید. چون شرایط قانونی ایجاد لوی جرگه وجود نداره. شما متخص قانون هستین، امران امید سم نظر باشه. ببینین لوی جرگه برالای قانون است. قانون زیر پای میکنه و ایر راست میگه. باور کنین با استثنای لوی جرگه اول که در وقت نه قانون بود، نه کدام میکنزم بود، نه هیچ سیستم بود، خب خیره در وقت ما یک اجماع ملی کار داشتیم یا مردم با اعتصام میگرفت یا لوی جرگه هرچی که نام شبانیم، برای از اینکه یک تصمیم گرفته شکر خلق قبول کنیم که همیک تصمیم مردم بود. لوی جرگه بعدیش کاملا یک لوی جرگه غلط بود. در مملکتی که در سال 2009 نزدیک 1 بیلیون دلار در انتخابات مصرف شده بود، یعنی 900 میلیون دلار، 300 میلیون دلار دیگه آدمای مثل احمدزی مصرف کردن که لوی جرگه ما میکنیم. لوی جرگه در مملکتی که قانون است لوی جرگه کار نیست. و ما اینو در یک برنامه دیگه همین لوی جرگه و قانون تشریح میکنم که یا همی شور میخورن لوی جرگه میگن. اما سعی کنین در حالی که دفعه اول خودش گفت که لوی جرگه قانون شکنی است، سر قانون پایماندنه، با سعی کنین اینو بگوین که این روند را باورمند با موفقیتش هستن. چند نکته؟ نکات
جدًا مطلق وزیس و دلیلی که در یک بحث می پیشنهاد اول میسته که تمام مردم افغانستان با آرامی با جمع‌آوری فکر سر آینده افغانستان تمرکز کنند و این ضرورت یک لوی جرگی مردمی رو میکنه میبینین ولا بر ازی که ما به نتیجه برسیم و در مورد مملکت خود بفهمیم باید یک لوی جرگه کنیم. برای چی لوی جرگه کنیم؟ برای چی قانون در مملکت ساخته شد؟ قانون پیش رویتان بمانین کت قانون پیش برین. لوی جرگه یک قدم به عقبه، لوی جرگه گام به پیش نیست. لوی جرگه اگر راه حل می بود دو لوی جرگه در افغانستان شد امروز باید سال می بود. لوی جرگه در افغانستان ارزش نداره در مقابل ازی آدمایی که در جنگ منفعت دارن، برای ازی آدمایی که در پاکستان ششتن و مملکت ما را خونش فروخته میرن. برای پاکستان لوی جرگه ما هیچ ما ارزش نداره. سعی کنین خط دیورند ارزش داره؟ هیچ. مملکت ما را گرفتن توسط رهبرهای خود ما. لوی جرگه ما نداره. قدرت حال قدرت طالب است در مناطق پشتون نشین. یک آقا میه 20-25 ساله تفنگ در دست شست، امو آدم مسنه که رئیس لوی جرگه است گرز نمی فرقش میزنه میکشش. در او وقتهایی که لوی جرگه میشد یکی قانون قوی نبود، دیگه ای که در مملکت یک لیاز و پاز بود، ریش سفیدی یک مانا داشت، کلان قوم یک مانا داشت. امروز کلان قوم زور نداره، اون آقایی که تفنگ داره زور داره. بنان هیچ اساس برای لوی جرگه نیست. این را من در یک برنامه دیگه تشریح میکنم. هفته آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم.